برنامه از طرف بانک اسلامی افغانستان برای شما تقدیم می‌گردد. بانک اسلامی افغانستان تنها از محتوای اسلامی این برنامه حمایت مالی نموده و مسئولیت صحبت‌های اشراق کنندگان را به دوش ندارد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضاً بيننا شما رو باسم به برنامه رهبر خانم ده خوش آمدید درس میکنم. امیدوار هستم که یک هفته تان در کنار فامیل های هستن به خیر با عافیت سپری شده باشه ان شاء الله. خب أيضاً بيننا از بانک اسلامی افغانستان جهت اسپانسر کردن برنامه ممنون و سپاسگزار هستیم. و در قسمت نخست برنامه همکاران عزیز ما گزارش را تهیه کردند که یک جا با هم میریم میبینیم و مشنیم دوباره برمیگردیم. اگر کسی فهمیده یا نفهمیده حق یک مسلمان میخوره، این چیزی از خداوند میگه که من حق خودم میبخشم، حق بنده خودم نمیبخشم. و این حتمی باید کوشش کنه انسان که پس دوباره، ولو که وقت هم گذشته باشه، دوباره کوشش کنه که حقش پس دوباره ادا کنه، پس مراجعه کنه، هم واجبه دینی خود ادا کنه، بگه که اینی حق دمه در اینی وقت به این شکل فهمیده یا نفهمیده خورده بودم، استفاده کرده بودم، پس میخواییم دوباره برات ادا کنه. و این بهترین شیوه است که پس دوباره بخشش بخواید و هم ادا کنه. از دیدگاه اسلام و از دیدگاه شرعی زمانی که ما مسلمان هستیم و حق مسلمان برادر مسلمان خدا میخوریم و حق خواهر مسلمان خدا میخوریم، این چی در دنیا و چی در آخرت ما توان جزایش میبینیم واضح است. اگر خصوصا در قسمت حق مسلمان، اگر زمانی که ما مال یتیم را میخوریم، ولو پیسه باشه، پول باشه، مالش باشه، ما او را میخوریم، جزای او را ما در آخرت میبینیم و در دنیا میبینیم. چون زمانی که ما مال کسی را میخوریم، حق کسی را میخوریم، خداوند در مقابل پس جزایش برای ما نشان میدهد. اگر کسی به یک یتیم کمک میکنه و مثلا بر ما میگه که شما امو حق امو یتیم پس دوباره برش بدین و او حق یتیم ما کسب بکنیم، دوباره ما او را بخوریم، نه در زندگی ما، نه در دسترخان ما، نه در اولاد ما برکت نمیمانه. اما تو کرب العزت گفتن که مسیر رسیدن به ما از طریق مردم است، یعنی احترام و سفر اول از خود شروع میشه. این دیدگاه رب العزت است یا کلام رب العزت است. در جامعه اسلامی برعلاوه که مسئله اصول همزیستی و اصول همپذیری باید از رعایت شود، بلخصوص در جامعه افغانستان که ما در شوای کلام رب العزت در این نظام زندگی میکنیم، در مطابقت به ارشادات کلام رب العزت باید از عمل کنیم و نسبت به برادر خود، نسبت به خواهر خود، نسبت به جامعه اسلامی، نسبت به ارزش‌های اسلام، نسبت به ارزش‌های جامعه، نسبت به جغرافی افغانستان، نسبت به مشکلات‌های مردم از در نگاه شریعت اسلام طبق باید برخورد کنیم که مطابقت برای کلام الهی داشته باشد. من ناخیر وسی زمانو محمد یاسین ده دنت دولت یو کارمند ما تاسو پښتنه په ځبان تقریبا د غیونیم کال کیږي چې دولت په دې اړه باندې یو جدي پریکړه کړې ده. وزارت مخابرات چې موږ دغه غیر قانوني سیم کارتونه چکم دي دا بندو، خو مګر تر اوسه هم تاسو د کابل نور ولایتونو خو پریک دی کابل کې وګورئ، په هر چارای کې، په هر چوک کې موږ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند که هیچ وقت مسلمان شمرده نمیشین مگر اینکه حقی را که برای خودتان میخواین برای دیگر برادرها و خواهرای مسلمانتان هم بخواین. چون ما در ماه مبارک رمضان قرار داریم و بسیار حقهایی است که ما نیاز داریم که را مراعات بکنیم، از جمله کمک به فقرا، مراعات اخلاق اجتماعی، حضور شهروندی و چیزهایی که برای ما فرض هست از طرف اسلام و یا سنت هست، اینا رو باید مراعات بکنیم. برای که مفاید دینی و ثواب داره برای ما، اجر و پاداش داره، میتونه در سالم ساختن اجتماع خیلی نقش کلانی داشته باشه. امروز در مورد حق مردم صحبت می داشته باشیم که اگر خواسته یا نخواسته حق مردم را ضایع کرده باشیم یا تلف کرده باشیم چی باید کرد و آیا فقط با دعا و استغفار کفایت میکنه؟ و همچنان اینکه گرفتن مال بدون اجازه و همچنان از حقوق معنوی و مادی، در کل در مورد همه صحبت می داشته باشیم، نه تنها فقط از نظر اسلام بلکه از نظر حقوق همچنان.
خب در این برنامه مهمانان ما حیک محب الله شریفی، عالم دین و همچنان بشیر بیژن بیغم فعال سیاسی با ما هستند. استاد خوش آمدید، درس میکنم. سلام علیکم. با عزت باشین. و علیکم السلام و رحمت الله. استاد شما هم خوش آمدید. تشکر از شما منم. خب استاد، از شما آغاز میکنیم برنامه را. اینکه حق چیگون در کل میتونم میخوایم این را سوال کنم که حق مردم یعنی چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. از همه اولتر خواهر مسلمان خدمت شما و خدمت مهمان عزیز السلام و احترامات خود عرض میکنم. علیکم سلام و رحمت الله. وقتی که ما به تعریف حق اول باید بریم، و از همه اولتر حق یکی از نامهای الله تبارک و تعالی است. دقیقاً. و تعریف حقوقی و شرعی، حق عبارت از چیزی است که او را الله تبارک و تعالی برای شخصی در ذمه شخصی دیگر، یا در ذمه خودش و یا در ذمه الله تبارک و تعالی ثابت کرده باشد، و یا حق الله تبارک و تعالی در زمین بنده ها ثابت شده باشه. و این را ما به دو بخش عمده تقسیم میکنیم، یکی حقوق مادی هست و یکی هم حقوق معنوی هست. و به سه تقسیم دیگه در شریعت تقسیم میشه که حقوق الله هست و حقوق العباد هست، و بعض علمای کرام میگه که خود حق خود شخص برای خود شخص این را جدا میگیرن، اما عموما به دو تقسیم میکنن که حقوق الله هست و حقوق العباد هست. حقوق الله در شریعت و در دین مبین اسلام عبارت از حقوقی است که الله تبارک و تعالی من حیث احکام، من حیث اوامر و من حیث وجائب و مکلفیت ها بالای بنده ها او را لازمی دانسته باشه. یکی از این حقوق برای خودشان هست و یکی حقوقی است که برای الله تبارک و تعالی بر ذمه بنده ها ثابت است. و بخش دومی از ایره که ما پیشتر اشاره کردم، حقوق العباد، این حقوقی است که بنده ها بین یکی دیگر خود با یکی دیگر دارد. دقیقاً که موضوع برنامه همین است. ما بنی علی میایم. بله. در این حقوق دو نوع حقوق بسیار برجسته و اساسی است که حتی علمای حقوق و علمای شریعت این هر دو را مورد بحث قرار میدن، با وجود از اینکه ممکن از دیدگاه های مختلف مورد بحث قرار بدن، اما الحمدلله در نهایت خلقت الهی اینها را به یک نقطه رهبری میکنه. این حقوق عبارت از حقوقی است که ما ایره به بخش مادی و به بخش معنوی تقسیم میکنیم. در بخش مادی تمام او حقوق، تمام او ذمه ها داخل میشه که به موضوع مادیات یا به اصطلاح به ماده ربط بگیره. اما در بخش معنوی ما تمام او حقوقی را لیست میسازیم یا جابجا میسازیم یا جمع‌آوری میکنیم که از نگاه معنویت، از نگاه فیزیکی یا به اصطلاح چیزی که لمس شوه وجود نداره، اما این هم یکی از حقوقی است که جامعه و دین مبین اسلام شریعت الله تبارک و تعالی به یک انسان به او قائل شده. در حقوق مادی هر آن چیزی که در ملکیت یک شخص قرار داشته باشه برای شخصی دیگر، دین مبین اسلام ایره الزامی ساخته که به این احترام بگذاره و به این تعرض نکنه، به خاطر از اینکه ای از مالش است. خون ای انسان مالش و عرض یا عزتش، این ملکیت ای شخص است و حق ای شخص است و باید مسئول از تعرض باشه. و وقتی که به حقوق معنوی میایم، در حقوق معنوی مثلا این شخص را غیبت کردن، به این تهمت بستن، به این اتهام کردن، و این را حتی بعض علمای کرام میگه که این هم در حقوق معنوی یا به حقوق معنوی شخص تجاوز است که شما از حقیقت او را بیشتر یا توصیف بکنین یا او را به جای جرح بکنین یا به او کلمات غلط را استفاده بکنین، که شما به حقوق او شخص یعنی به حقوق معنویش تجاوز کردین. نه ممنونتون. خب استاد، اگر چی جناب استاد از نظر شرعی صحبت کردن و در لا بلای سخن خود از حق از نظر حقوقی هم صحبت داشتن، اما خوب است که به طور مفصل شما تعریف داشته باشین از اینکه حق مردم یعنی از نظر حقوق چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض آداب احترام خدمت شما مهمان عزیز در بحث و بینندگان عزیز تلویزیون، جناب استاد اشارات خوبی داشتن در قسمت حقوق، هم بحث معنوی شما مطرح ساختن و بودی مادیشه. من دوباره به او تماس نمیگیرم، میخوام میره خدمتان عرض بکنم که حقوق در واقع مجموعی از مقررات و قواعدی که بر روابط جامعه و در یک جامعه که ما زندگی میکنیم باید ملزم است بر انسان ها که باید حقوق همدیگر را رعایت بکنن، یعنی باید حق همدیگر رعایت شود. طوری که استاد از تهمت و افترا و از غیبت و بدگویی هم یادآور شدن، دقیقا در بسیاری از آیات قرآن کریم آمده که تهمت و افترا نبندین، عیب جویی نکنین، غیبت نکنین، هم دیگر خود را به برادر مومن مسلمان خود را به حرف القاب بد صداش نکنین،
این بحث مطرح است با ولا تجسس و یا ایها الذین آمنوا اشارات به می داره که باید غیبت صورت نگیره. ما بس همی است که متاسفانه در افغانستان در جامعه که ما و شما زندگی میکنیم، خصوصا در همی کابلی که فعلا ما و شما هستیم، هم غیبت صورت میگیره، هم تهمت و افترا هست، هم قتل است، هم انسان ها حقوقشان تلف میشه، زمین مردم غصب میشه، مال مردم گرفته میشه و به عنوان مسلمان هم در امی جامعه زندگی میکنه. ممنونتان استاد، انشالله در مردم صحبت های میداشته باشیم. خب استاد، حالا سوال دیگه اینجاست که اگر خواسته یا ناخواسته حق مردم تلف کنیم، قسمی که جناب استادم یادآور شدن که غصب زمین یا یک مثلا میایم از غیبت شروع کنیم که امروز در جامعه خیلی زیاد است و بالخصوص بین طبقه اوناس بیشتر است، مثلا اگر حق خب خواسته یا ناخواسته در حق شخص داخل شویم، باید چی کنیم؟ مهمترین موضوعی است که ما وقتی که یک مرض را، یک تکلیف را، یک مشکل را شناسایی کردیم، مجبور هستیم به او هم از نگاه دین مبین اسلام، هم از نگاه تعامل بشری و هم از نگاه چیزی که ما کلچر و فرهنگ داریم، به او راه حل و بیرون رفته داشته باشیم. بهترین چیزی را که دین مبین اسلام به این حیث علاج پیش کرده دو جمله است، بسیار آسان. اول، توبه به الله تبارک و تعالی و رد حق، یا توبه به الله تبارک و تعالی و عفو. اینا معلم تشریح میکنم. وقتی که ما حق یک کس را تلف میکنیم، چی مادی باشه چی معنوی، ما مکلف به دو چیز هستیم، اما برعکس در حقوق الله ما مکلف به یک چیز هستیم. صرف توبه و توبه نصوح کفایت میکنه، اما در حقوق العباد یا حقوق بنده ها ما به دو چیز مکلف هستیم. اول، در برابر حکم الله تبارک و تعالی ما گستاخی کردیم و به او تجاوز کردیم، باید از این توبه بکشیم و پس بر بگردیم به الله تبارک و تعالی انابت داشته باشیم. یک. دوم، حق مادی اونها را باید پیششان ببریم و رد بکنیم که این حق شما را ما تلف کرده بودم و ما از الله تبارک و تعالی در این پوزش طلبیدیم و در روشنی این پوزش و در صداقت ما به الله تبارک و تعالی حق شما را پس به شما آوردم. اونها حق ای را دارن، صاحب حق، که ای را بگیرن و یا ای را عفو بکنن و توفه بکنن، این صلاحیت اونها است. یا ای است که مثلا ما غیبت کردیم، ما چیز را مادی پیش کسی برده نمیتونم که بگویم ما این غیبت شما را کردیم، شما پس میگیرین یا به ما میبخشین. در اونجا ما مکلف هستم که اول توبه بکشم و پیش او شخص برم و برش بگویم. اکثر وقت شیطان در اینجا حمله میکنه که اگر شما به یک شخص میگین که ما غیبت تا نکردیم، شخصیت شما پهم میاد. والله اولین اخلاص توبه در ای است که شما پیش شخص میریم به او به صراحت بگویم که ما اینمی جرم و اینمی گناه را مرتکب شدیم، لطفا ما به الله توبه کشیدیم، اما پیش شما آمدیم که در غیبتتان ما را ببخشید، ما اینی کلمات را درباره شما استفاده کردم، والله این کلمات صحیح نیست. این شخص حق داره و ما ایمان دارم که اگر او مثقال ذرات ایمان داشته باشه از این میگذرم، حتی اگر فطرت سلیم بشری داشته باشه، وقتی که شما به جرمتان اعتراف میکنین گردن پتا با شمشیر نمیبره، براتون میگه که مشکل نیست، ما شما را بخشیدم. به این شکل ما هم مسئولیت را در برابر الله تبارک و تعالی روی خود دور میکنیم و هم در برابر مخلوقش. حتی اگر این مخلوق قارم یک چیزی را که ما میخواهیم اشاره بکنم، غیبت والله والله امروز از زنا به مردا زیاد سرایت کرده، به این ما یک بخش را نمیگیم. حتی در افرادی که اونها دین را میفهمند، در افرادی که اونها دانشمند هستند، تحصیل یافته هستند، این مرض زیاد سرایت کرده و الله تبارک و تعالی ما شما را از این نجات بده. آمین. عزیزان بیننده، یک میان برنامه کوتاه داریم، در ادامه برنامه رهبر خانواده با ما همراه باشید.